آخرین روزهای 93 کار بدتر از داعش میباشه، هیچ سابقه انسانی و اسلامی ندارم. ماجراهای انتقال سیاسی. قطعه شمیم، حکومت تقلبی را نمیپذیریم. قطعه تلاش های بی نتیجه صلح. ما موضوع صلح پایدار را جدی میگیریم. بحران و رکود اقتصادی. سرمایه گذاری های جدید کمرنگ بود نسبت به سالهای گذشته. و کنایه ها و طنز های انتخاباتی. آقای اشرف غنی رودقا ببخشید. بعد از استخاره ها اشرف غنی را پشتیبانی کنیم. سرنوشت با دیدن فال تعیین نمیشه. سلام و وقتتان بخیر. با آخرین مجموعه خبری از سال 93 از تلویزیون یک خوش آمدین. سال 93 که در آخرین ساعات آن قرار داریم، سال تحول و پر از ماجراها بود. در این سال قدرت سیاسی در یک انتخابات جنجالی انتقال و نیروهای امنیتی مسئولیت امنیت کل کشور را به دوش گرفتند. در بخش صلح هم تلاش‌های جدی صورت گرفت و در بخش اقتصادی هم افغانستان با وضعیت دشوار روبرو بود. همکاران ما گزارش‌های ویژه در این موارد تهیه کردن و در پایان هم یک گزارش تنزی از کنایه‌ها و نیش زدن‌های رقیبان انتخاباتی داریم. اما این برنامه خبری را از دادگاه صحرایی و آتش زدن یک خانم در شهر کابل آغاز میکنیم که ولی آریان گزارش میدهه. قصه همون است، رویداد وحشتناک در دل کابل. مردان خشمگین بانویه را به شدت لاتکوب میکنند. سحرن پلیس فرخندران جاد می دهد، اما مردانی که دادگاه صحرایی برگزار کردند می گویند می کشندش. پلیس دور از این مردان نگهش می دارد. مردم زیاد شده که پلیس نتانست نجا دارد. چرا؟ نتانست. 4-5 هزار نفر اینجا 30-40 نفر پلیس می تاند. بدتر دیده می شود که فرخنده بار دیگر به چنگ مردان خشمگین می افتد. در این سوتر به این حال می رسد، کسی با سنگ می زند، کسی با لگد و چوب. هنوز فرخنده زنده است. شنیدند که این بانو قرآن کریم را با آتش کشیده است. در برابر دید پلیس با لگد می کوبندش. اینجا که پایین می افتد می کشندش. جسد نیم جان فرخنده را این گونه با موتر کش می کنند. جسد فرخنده را آتش می زنند. ته رودخانه کابل می افتند. پلیس هم به تماشا نشسته. شاید کار از دستشان رفته است. در این قضیه دیدیم که افکار طالبانی، افکار داعشی در وجود بیشتر ما وجود داره. فقط تنها چیزی که میتونه که کنترل کنه این افکار تطبیق قانون است که متاسفانه در بخش تطبیق قانون ما بسیار مشکل داریم. شاید اینجا چیز روشنتری درباره این رویداد بدانیم، اما نه، قصه همان است که پیشتر شنیدند. مردم زور پلیس نکشید؟ 6 تا پلیس بزرگ نکشید. کتارا را میده که امروز کتارا را جور کرد. این رویداد خشم همگان را برانگیخته است. او دختر از یکی از ملایی که در اینجا تاویز میتهند، تاویز گرفته بوده. ملا برش گفته که تاویز بعد از 2 روز نتیجه مثبت میته. بعد از 2 روز میبینه که تاویز نتیجه نمیته، پیسه هم از پیش زیاد گرفته. بازم اونجا تاویز رو آتش میزنه. حالی از کجا مالو مینا رو آتش زده؟ کو اسناد وجود نداره. ای با ملا یکم او ملا با خطیر همی کسی که اینجا تاویز نوشته کده آبروی خود حفظ کنه داد و ویلا میکنه که آمده دختر قرآن آتش زده. میگویند اینجا قرآن کریم را آتش زده است، اما تصویرها حکایت از چیز دیگری میکنند.
بانو فرخنده را در آغاز از همین جا لطخوب کردند، در آن سطر کشتند و با آتش کشیدند. هنوز روشن نیست که این بانو بیماری روانی داشت و یا بر راستی قرآن کریم را با آتش کشیده است. شریعت اسلام وقتی که ما را امر میکنه که باید ما از ارزش‌های اسلامی دفاع بکنیم، اما در پالوی دیگه شریعت اسلام ما را وادار می‌سازه برای از اینکه دلایل اثباتیه داشته باشیم که باز ما اقدام بکنیم برای تطبیق جزا. این تنها یک روی سکه است. پهلوی دیگر روی داد قصه دیگری را حکایت می‌کند. قصه های از بیماری این بانو. من سیستم سوخته. پریشان افسردگی داشت. گوگوی بسیار اگوان فرا شدید متحد می شد. دختر بسیار پر ملومات در کدام یک بخش دینی هم درس می خوند و بسیار دختر متدین و بسیار با ایجاب می شد می آمد. واکنش ها در شبکه های اجتماعی بیشتر هستند. تصویر های از این رویداد که با تلفن های همراه برداشته شدند انعکاس گسترده ای داشته است. در شبکه های اجتماعی هر کی هر چیز درباره این رویداد نگاشته است. شخصی هم پرده بر می دارد که خودش یکی از عاملان قتل فرخنده است. شرف بغلانی نام دارد، مردی با جنگ افزارهای گوناگون در تصویرهایش. حادثه که دیروز صورت گرفته، شب گذشته هم در شورای امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت و تحقیقات در مورد حادثه ادامه دارد. تا هنوز پلیس نیز نتوانسته است عوامل این رویداد را بداند. هرچند این بانو در برابر دیدگان نیروهای پلیس کشته شده است و جسدش با آتش کشیده شده است. افراد نمیتونه که مجری قانون باشه، افراد نمیتونه که دست به عمل بزنه که منجر به کشته شدن یک فرد جامعه شوه. هیچ کسی توقع از شهروندان کابل نداشتن که دست به همچه اعمال بزنه. حداقل این در چند سال پس این رویداد بی پیشینه این چونینی در پایتخت است. رویدادی در برابر دیدی نیروهای پلیس، چیزی که میتواند بسیار پرسش برانگیز باشد. در این حال ریاست جمهوری در خبرنامه در واکنش به این رویداد وزارت داخله را دستور داده است که موضوع را به گونه جدی بررسی کند و در این خبرنامه همچنان آمده است که کمیسیون از علمان دین ایجاد شود و چیگونگی این رویداد را به گونه دقیق بررسی کند. حال هم ادامه رویدادهای 1393. افغانستان در سال 93 بدترین انتخابات و بدترین انتقال قدرت را پشت سر گذاشتند. در این باره بشیر احمد قاسانی گزارش تهیه کرده است. 16 عمل، روز اماسه ملی، میلیون ها شهروند کشور به پای صندوق های رای رفتند تا زعیم ملیشان را برگزینند. اما هیچ یک از این 8 نامزد موفق به گرفتن بیش از 50% آرای رای دهندگان نشدند و انتخابات به دور دوم کشانیده شد. هیچ یک از کاندیدان محترم ریاست جمهوری که اکثریت بیشتر از 50% را کسب نمایند که به این اساس مشخص کردید که باید انتخابات دور دوم برگزار گردد. اما انتخابات دور دوم که از جنجالی ترین انتخابات ها در تاریخ کشور دانسته می شود، میان این دو چهره محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله در 24 جوزا برگزار شد. این انتخابات با موج از انتقادها به همراه شد و کمیسیون مستقل انتخابات متهم به تقلب گسترده و سود یک نامزد مشخص شد و واکنش نامزد رقیب هم این گونه بود. با پاس امی حق مردم افغانستان از امی جه اعلان میکنم که قطعه قطعه شویم، حکومت تقلبی را نمیپذیریم، قطعه قطعه. اما دیگر خودش را برنده انتخابات میخواند و این گونه به واکنش های رقیبانش میخندد. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و برخی از مقامهای دولتی متهم به طراحی تقلب در انتخابات شدند و حتی نوارهای صوتی آنان در این مورد به نشر رسید. جنجالهای انتخاباتی منجر به مداخله سازمان ملل متحد و تفتیش 100% آرا شد، اما قناعت دکتر عبدالله عبدالله را این تفتیش برآورده نکرد. سرانجام جان کری وزیر خارجه آمریکا که از او به عنوان گریگوشای مشکلات افغانستان یاد می شود، نسخه پیشنهاد می کند که دو نامزد به تقسیم 50-50 قدرت و ایجاد حکومت وحدت ملی اقدام کنند که مورد تایید هر دو طرف قرار می گیرد و موافقت نامه سیاسی این حکومت بر روز 29 سنبول امضا شد. کمیسیون انتخابات نیز برخلاف معمول یکی را رئیس جمهور و دیگری را رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرد. دکتر محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور
و جلال احباب دکتر صاحب عبدالله به حیث رئیس اجرایه تبریک گفته. سوگند یاد میکنم که سرانجام مرد و نامزد به جنجال‌های انتخاباتی پس از 6 ماه کشمکش نقطه پایان گذاشتند و به عنوان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به روز 7 میزان سوگند وفاداری یاد کردند. محمد کرزی با قدرت خداحافظی کرد و میراث جنجالی به حکومت وحدت ملی واگذار شد. 6 ماه از ایجاد این حکومت می‌گذرد، حکومتی که به شدت مورد انتقاد مردم قرار گرفته و متهم به بی‌کفایتی شده است. این حکومت تا هنوز موفق به معرفی کابینه اش نشده است و 31 ولایت نیز از سوی سرپرستان اداره می شود. کمیسیون مستقل انتخابات که موفق نشد برنده و بازنده انتخابات را مشخص کند، اکنون حکومت وحدت ملی را نامشروع می داند. این رقم نظام در هیچ دنیا نمی بینیم. من این نظام برای خود سفیر امریکا گفتم، برای امریکا گفتم، گفتم چه در امریکا شما یه طور چیز دارین؟ این نظام خلاف قانون است. جنجالی ترین انتخابات یعنی انتخابات 93 توسط کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت شد. کمیسیونی که هیچ گونه مسئولیت جنجال‌های انتخاباتی را به دوش نمی‌گیرد. حال دیده شود حکومت افغانستان و جامعه جهانی که انتظار آمدن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را دارند، انتخابات پارلمانی سال آینده را توسط امین کمیسیون مدیریت می‌کنند و یا هم تغییرات در این کمیسیون‌ها به وجود خواهد آمد. بشیر قاسمی، تلویزیون 1، کابل.